من از سال 1345 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم که استاد سیحون ریاست اون دانشکده رو به عهده داشتم. دانشکده هنرهای زیبا با دیسیپلین بزار اداره می شد. یعنی آتولیه ها جدا جدا بودن و هیچ کس نمی بایست در آتولیه دیگری در جای دیگه برن. اگر می رفت مورد اعتراض و رنگ کردن بقیه قرار می گرفت. همیشه برای سالهای اول برنامه هایی می ذاشتن که جنبه تئاتر داشت و بیشتر حالت شوخی داشت و شوخی هایی که بتونن دانشجوهای سال اول بتونن با یه روحیه‌ای باز و شاد وارد دانشکده بکنن. من یادمه که در برنامه که برای ما گذاشته بودن میزار رو گذاشته بودن، ما با لباس فارغ التحصیلی و با کلاه فارغ التحصیلی روی سر ما یه شمع روشن بود و چهار دست پا میاست بیایم جلوی مهندس سیحون و سلام کنیم و بریم. تو این برنامه یک شعر یا یه دیکلمه به من دادن که من بخونم و بقیه مسخره بکنم. من یادم اینقدر این دیکلمه رو با قدرت خوندم که تمام سال بالایی ها و خود مهندس سیحون تعجب کردن و نتونستن به اصطلاح منو مسخره بکنن و وسط شیرینی گرفتن و تعارف کردن و آواز خوندن و اینا گذشت و ما وارد دانشکده شدیم. به من در آتولیه ریایی بودم که اون موقع استاد ریایی در اونجا آتولیه داشتن ولی به دلایلی نبودن و استاد سیحون در آن واحد دو آتولیه رو اداره میکردن. یکی آتولیه خودشون بود به نام آتولیه سیحون و دیگری آتولیه ریایی بود که در طبقه بالا بودیم. آقای سیحون همیشه رفتارش یک جوری بود مثل بچه ها و در آن واحد مثل خیلی بزرگا و پدران با بچه ها رفتار میکرد. دائم مسائل کار کی بهتره، کار من بهتره یا کار شما یا بهترین خودش بخواد داشته باشه و اینا بین ما رایج بود. یعنی اصلا نمیتونست حتی توی سفر ببینه که اگر میوه آوردن سیب بزرگ اون بر نداره و این سیب بزرگی که برمیداشت ساعتها دیگه بین ماها صحبت های خنده‌آور جالب و این چیزا بود. خلاصه این مسئله گذشت و بعد من یادمه در سال 1346 من یک مسابقه آرم بانک رفاه کارگران گذاشته بودم. من اون آرم رو برنده شدم به مبلغ 2000 تومان و همون موقع برای اولین بار دانشجوها به یک سفری به بغداد روابط بهتر شد و به بغداد میاسپرن. من از آقای سیحون خواستم که منم میام. معمولا سال پایینی ها رو نمی بردن. اجازه دادن، ما 2000 تومن دادیم و رفتیم به بغداد. بغداد تمام شهرهای بغداد و ما رفتیم از مطالعه کردیم و اینا. یک شب بود که من خوابیده بودم، ساعت 1:30 بعد از شب دیدم یکی از بچه ها یا شاید راننده آقای نراقی بود اومد من از خواب بیدار کرد، یک شعر روی کاغذ داد، گفت استاد گفتم که امیدوار اینه با تا فردا صبح حفظ کنه. من نگاه کردم دیدم شعر استاد بزرگ خاقانیه راجع به ایوان مدائن و گفت ما پیش از طلوع آفتاب بیم تو رو بیدار میکنیم و با ماشین میریم تا کسرا. ماشین آماده بود پیش از طلوع که هوا تاریک بود. ما تعدادی رو اومدیم سوار شدیم و رفتیم به طاق کسرا. طاق کسرا بعد از یک بارونی اومده بود و هوا صاف بود و هنوز آفتاب طلوع نکرده بود. آقای مهندس سیحون به من گفت اون شعر رو با آواز بلند بخون و من شروع کردم اون شعر رو با آواز خوندم و تمام بچه ها زار زار گریه میکردن و طاق کسرا با یک ابهتی آفتاب داشت طلوع میکرد و به بدنه اون میتابید و آقای سیحون به حد گریه کرد که به حقیق افتاد. از اونجا رفتیم به یک اتاقه که از نی ساخته بودن. اونجا رفتیم دیدیم که یک عرب کوری بربط میزنه
و من با بربط اون باز هم شعر رو با آواز خوندم. آقای مندستیهون به شدت به معماری ساسانی علاقه شدید داشت، انگار که معماری ایرون رو از ساسانی میدید و بارها راجع به اون صحبت میکرد و ابهت معماری ساسانی را در طاق کسرا میدید. همینطور یادم یکی از دوستام تعریف کرد که در مسافرتی در شهر عقدا که اطراف یزنا اینه رفته بودن، در عقدا بعد از ظهر میرسن و میرن پشت بوم که کروکی کنن. یه دفعه میبینن آقای مهندس سیهون نشسته و سرشو پایین انداخته. آقای مهندس شیرازی که بعداً دکتر باقرزاده شیرازی، نوه مرحوم آیت الله بزرگ شیرازی که از مهندسای بهت بسیار عالی و بعداً باسازی اصفهان و خیلی شهرهای ایرون قسمت‌های تاریخیش مرهون زحمات ایشونه، که متاسفانه در زمانی که ایشون میخواست گرامیداش براش بگیرن پشت تلویزیون گفت پدر من وصیت کرده که من در زندگی دو کار بکنم، یکی مسجد بسازم، یکی برای مردم بسازم. به محض که اینه گفت سکته کرد و فوت کرد در جلوی چشم من. آیت الله شیرازی اون موقع دانشجو بود و میبینه آقای مهندس‌سیهون نیامد، میره نگاه میکنه میگه آقای مهندس‌سیهون شدیدن داره گریه میکنه. میگه آقای مهندس چرا گریه میکنه؟ میگه این معماری و این اثر بزرگ معماری این مملکت و بزرگان مملکت ببینین که داره خراب میشه و ما عرضه نداریم اینجا رو آباد کنیم و نگه داریم و این نتیجه علمی معماری رو بتونیم به دانشجوان به فرزندانون بتونیم رد و بدل کنیم. یادم من در اون موقع خب اصولا دانشجوی خیلی شیطونی بودم. فستیوال تهران در تهران داشت برگزار میشد. من تا ساعت 8 ما میاس آتولیه باشیم. من ساعت 7:30 از آتولیه فرار کرده بودم و رفتم به سینمای پارامونت. فستیوال فیلم تهران بود. توی لابی بودم موقعی که به اصطلاح زنگ اینا زدن که مردم برن تو سالن، دیدم یه نفر از پشت گردن من گرفت. نگاه کردم دیدم آقای مهندس سیهونه. با عصبانیت به من گفتن که تو الان میاس دانشکده باشی و آتولیه باشی، چرا نبودی؟ گفتم آقای مهندس این میخواستم بیام فستیوال به این از دستم میرفت. همینطوری که یخه منو گرفتن، منو بردن تو سالن و بردن توی جلوی سن. یادم یکی از افراد دانشکده که شف آتولیشون بود، آقای شیرکا، بعد به مردم گفتن این دانشجوی معماریه، میبایست الان تو دانشکده باشه کار کنه، ولی الان در اینجاست. و به اندازه یک سال منو جریمه کردن. بعد جریمه های من تقریبا به 2 سال انجام میده. بعد برای اینکه جریمه ها رو جبران کنیم، آقای مهندس سیهون معمولا برای اولین بار در تاریخ برنامه های نقشه برداری یا رولوه ساختمان های قدیم رو میذاشتن جزو کار فوق برنامه بچه ها که برن اونا رو نقشه برداری رولوه کنن. برای اولین بار در تاریخ من و 7-8 تا از بچه ها رفتیم در قره کلیسای ماکو و کلیسای سن استپانوس بود و سن تاتاوس کلیسای جولفا، که کلیسای جولفا از شهر جولفا حدود شاید 10-15 کیلومتر یا یکی 2 فرسخ فاصله داشت و رفتن اون میبایست کنار رود ارس، در توی کوها و دره‌ها میرفتیم حدود 4-5 ساعت پیاده روی و از طرف مرزبانی هم به ما یکی 2 تا قاطر داده بودن که وسایل دوربین اینا رو بالای اون میذاشتیم. و یادم شبا از طرف روسیه شوروی اون موقع مشعلای بزرگ مینداختن هوا که میترسیدن که ما بخوایم وارد مرز اونا بشیم. ما رفتیم مشغول به رولوه و نقشه برداری شدیم. روز دوم سوم بود
دیدیم آقای مهندس سیهون با رهبر ارمنی های ایران و بیروت با اسب اومدن بازدید ما. البته بین را دو سه مرتبه از اسب زمین خورده بودن، تو رود عرس افتاده بودن، کمرشون به شدت درد میکرد، ولی با حال کمردرد شروع کردن به ما راهنمایی کامل کردن و عکس برداری و حتی یادم روی پشت بوم و مارم اونجا خیلی زیاد بود و رو پشت بوم ها که میرفتیم و آقای مهندس میخواست عکس بگیرن، ما دو سه نفری میبایست مواظب آقای مهندس باشیم. مهندس سیهون فردی بود بسیار مقتدر و میشه گفت دیکتاتور. در زمانی که دانشکده بود یک نفر کار خطا نمیتونست بکنه. یادم یک آقای یک متلک به خانم یا به دانشجو یک کلمه گفت بود، اونو یک سال از پروژه ها محروم کرد. و در زمانی که اون ریاست دانشکده بود اصلا کسی سیگار در آتلیه نمیکشید. به محضی میمد اگر بو میکشید که کی سیگار کشیده، یا شف دفتر یا تمام جریمه میکرد. کسی حق نداشت که اصلا یک ذره کار خطا بکنه و معمولا اگر کار خطایی رو پنهانی از کسی میدید یک جوری میرفت دوز اونه میگرفت و باش جدال جوونی میکرد. یادم هم آقای عبادی میگفت، میگفت یه روز من با ماشین آقای سیهون از دفتر مهندس سیهون داشتیم میومدیم دانشکده جلوی دانشگاه. سه تا دانشجوی بیروتی بودن که در آتلیه سیهون کار میکردن. یکیش بود حسن نعمه. میبینه حسن نعمه با یه دختری دارن قدم میزنن و دارن میان به طرف دانشکده. مهندس سیهون با ماشین جلوی اینا میره، میبینه حسن نگاه نکرد. با سه چهار مرتبه جلو دانشگاه میره هی دور میزنه جلو اون، میبینه نه اون محل نذاشت. بعد میگفت مهندس سیهون اومد آتلیه، تو آتلیه نشسته بود برای پروژکسیون، یه دفعه اون حسن نامه یه آدم چاقی هم بود، در آتلیه رو وا کرد اومد تو، گفت آقا بردیم رساندیم شو خودمون اومدیم. یعنی مهندس سیهون خیلی براش این کارا جالب بود. یادم در سفر عراق ما چهار شبانه روز در کرمانشاه منتظر بودیم که پاسپورت های ما برسه. مهندس سیهون تمام شهرهای ناحیه کردستان از سنندج گرفته تا همدان تا همه اینا رو، ما هر روز یکی دو تا شهر رو میرفتیم و کروکی میکردیم و میمدیم، تا اینکه در سال 1347 یا 8 که جنگ ویتنام بود و اعتصابات دانشگاه ها مقسمه 68 فرانسه انجام شده بود، بعد این انقلابات به دانشکده ما رسید و بعضی از دانشجوهای یک سال به خصوصی اینا دیگه تظاهرات کردن که سیستم بزاری یا مهندس سیهون ریاست بود اونو نمیخواستن. خیلی تظاهرات زیاد بود و اینا، آقای مهندس سیهون به محضی که احساس کرد که بچه ها دیگه نمیخوان اونو، یک دفعه قهر کرد و از دانشکده رفت بیرون بدون حقوقشو بگیره و اصلا نیومد. ولی ما اومدیم برای تعطیلات بعدش با یک سری از آدمایی که سال بالایی تر بودن، مثل آقای حسین امانت، آقای ایرانپور، آقای میکرسال، آقای صدری، اومدیم یک اتوبوس از بیرون اجاره کردیم و دوباره اون مسافرت با آقای مهندس سیهون انجام دادیم که یادم به طرف میناب رفتیم و در اون سفر چندین زوج از بچه ها پسرا با خانما عاشق معشوق شدن و ازدواج کردن، تا اینکه من دیگه آقای مهندس سیهون ندیدم و من رفتم فرانسه و رفتم معماری و شهرسازی در بزار رو انستیتوی شهرسازی پاریس تموم کردم. ولی آقای سیهون دورا دور کارای همه بچه ها رو میدید و میفهمید و به اسم میدونست. و زمانی که اومدم ایران یک برنامه بود به نام 30 سال یک دور بالاتر از ما که در هتل امریکا بچه ها جشن گرفت بودن. من اومدم یک مصاحبه با آقای مهندس سیهون تلفنی کردم که بسیار مصاحبه جالبی بود و اون پیام دادم که همیشه دانشکده رو دوست دارن، بچه ها رو دوست دارن، ایران رو دوست دارن،
خیلی زیاد، تا اینکه آخرین سفر که بچه‌ها جور کردن از تمام جای دنیا، دانشجوها اینا فارغ التحصیل آمدن، رفتیم در دبی. در دبی چندین روز در خدمت آقای مهندس بودیم و ایشون بسیار خوشحال، بچه‌ها بسیار خوشحال. من تا حالا ندیدم حتی پدری به فرزندانش اینقدر محبت داشته باشه یا فرزندانی به پدرشون. آقای مهندس ایمون اصلا دنیا رو مثل داده بودن. به نظر من در زندگی حتی خونه و زندگی و اینا هیچ کدوم براش اونقدری که دانشکده مهم بود نبود. آقای مهندس ایمون در معماری استاد بناهای منومنتال ایرونه، بناهایی که در شهر به عنوان یادمان باشه. و من مثلا خیامشو که بگم، خیام معماری که از راه ریاضیات خیام به اون درجه فکر رسیده به اون ساختمان میسازه و از استاد مایی کمک میگیره برای شعرهای خیامه که بنویسن و از استاد عبدالرسولی که استاد خط، کسی که قرآن حافظ یونسکو اثر ایشونه و قرآنی رو که اواخر نوشتم که نمیدونم کجاست و من همیشه در خدمتشون بودم، استاد عبدالرسولی خط اونجا رو نوشتن و یکی از کارهای بسیار خوبه. همیشه آقای مهندس ایهون در معماری به اصطلاح منومنتال استاد مسلم بودن. خوشبختانه نادر رو در اجرا یک شرکتی که بیشتر کارمنداش از اروپای شرقی بودن، شاید لهستان، مجارستان، کارهای سنگ تراشای بسیار خوبی بودن و آقای مهندس ایهون فرمودن اگر این استادکار نبودن هیچ وقت مقبره ابن سینا هیچ وقت به این زیبایی نبود. در کارهای آقای مهندس ایهون مخصوصا در نادرش بالاترین حد اجرا و دیتیل در اون ساختمان ها وجود داره، اما در ساختمان های مسکونی و اینا من کمتر کار شاخص به صاحب فکر در آقای مهندس ایهون دیدم. گویی که تمام تلاششون این بود که یک جوری بتونن معماری اصیل ما رو با مصالح جدید بتونن آشتی بدن. در این باره هم سعی فراوان کردن. یادم دوست عزیزم آقای مهندس خسروانی یک مهمانسرای بسیار جالبی در نائین ساخته بودن، به من گفتن، آقای مهندس ایهون به من گفتن بریم ببینیم. با هم رفتیم نائین و ساختمان دیدن، دست گذاشتن روشونه من، گفتن که آقای خسروانی شما معلوم میشه رسیدیم به این موضوع. آقای مهندس ایهون به نظر من کمتر کتابی مطالعه میکرد که نظریات همینطوری باشه و راجع معماری اون چیزی که خودش میدونست این معماری رو توضیح میداد. و گاهی اوقات شنیدم از یکی از دوتا از مفسرین یا منقدین معماری بزرگ جهان صحبت میکرد. همیشه معماری ساسانی رو به عنوان معماری پیش از بیزانس میدونست و معماری ایرونی رو گسترش رو به در اسلام میدید ولا غیر، که حتی بزرگترین کار معماری اسلامی ما شاید بشه گفت تخت جمشید اسلامی، مسجد جامع اصفهان بود. آقای مهندس ایهون با اینکه پدر بزرگ، خاله، عمه، دایی ها همه موسیقیدان بودن، ولی من شم موسیقی رو در خود آقای مهندس کمتر دیدم. و یادم یک موقعی من چون که موسیقی کار میکردم عکسای استاد میرز عبدالله پدر بزرگ آقای سیهون، عکس داییشون مرحوم عبادی، اینا رو گرفتم بزرگ کردم، پوستر کردم، یه روز برای آقای مهندس سیهون فرستادم امریکا و براشون نوشتم که استاد شما خیلی نگین آرشیتکت هستیم، شما باید بگین که من نوه مؤسس
بزرگترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی هستم. من نوه میرز عبدالله هستم، من نبیره آقا غلام حسین هستم، من نبیره فراهانی هستم، من داییم استاد عبادی، من پسر آره و خیلی دارم از اون میگیرم. تو میتونی گلشی بگیرم گفتم شما میتونیم بگین که نوه میرز عبدالله هستیم، شما میتونیم بگین که من نوه برادر میرز عبدالله هستم، من نبیره آقا غلام حسین هستم، من پسر عموی مادرم آقای حاجی اکبر خان شهنازی، بزرگترین موسیقیدان این قرن اخیر که کسی در استادی اون شک نداره، برادر اون آقای عبدالحسین شهنازی، بعد یک دایی آقای سیهون استاد عبادی هستن که من یادمه که با استاد عبادی دوست بودم و مرتب میرفتم خدمت، چون یه روز خانم سیهون به من گفتن اگه میری منم به برخل استاد، من رفتم و ایشون بردم برمی استاد عبادی. اتفاقا آقای استاد نواب صفا هم اونجا بودن، آقای عبادی و خانم سیهون دست انداختن گردن هم و شروع کردن گریه کردن. خانم سیهون گفتن که استاد یادتونه شما اومدین خواستگاری من. خانم سیهون همیشه با آقای سیهون به عنوان یک استاد مسلم احترام میذاشت و ازش نام میبرد و خود خانم سیهون هم یکی از بزرگترین خانمایی که در خدمت فرهنگ و هنر این مملکت در تاریخ باید اسمشون ثبت بشه، خانم معصومه سیهونه که اولین گالریدار بودن و تمام هنرمندایی که الان بازار بزرگ جهانو از نظر هنر نقاشی مجسم سازی فتح کردن همه دست پرورده و از گالری خانم سیهون اومدن بیرون. ضایعه فوت آقای مهندس سیهون برای من و تمام دانشجوها و تمام هنرمندا، از معماران، شهرسازان، از نقاشان، مجسم سازان، تئاتر، اینا ضایعه بسیار بزرگیه، برای اینکه آقای مهندس سیهون موقعی که دانشکده هنرها زیبا بودن رشته تئاتر به همت ایشون باز شد که آقای دکتر نامدار مسئولیت داشتن، رشته موسیقی با همت ایشون بود که آقای دکتر برکشلی، آقای دکتر صفت بودن، رشته گرافیک، رشته مجسم سازی، رشته هنرهای طراحی صنعتی، اینا همه به همت آقای مهندس سیهون بود. یادم در زمانی بود که به دلایل اساتید مختلف آتولیه ها قهر کرده بودن نمیمدن، آقای مهندس سیهون یک تنه به چند آتولیه معماری و آتولیه مجسم سازی و دو سه آتولیه نقاشی میرسیدن و همه رو کورکسیون میکردن و خیلی خوشحال بودن که دانشجوهاشون از نظر شغلی کاری به درجه بالای رسیدن. نسبت به دانشکده و شخصیت دانشکده و بچه ها بسیار حساس بودن، نمیتونستن کسی رو ببینن که خودشو بالاتر از دانشکده ما بدونه. ایشون تحصیلاتشون رو در اولین بار در بعد به تأسیس دانشکده معماری که در مدرسه مروی بود شروع کردن و فارغ التحصیل معماری، جز اولین های فارغ التحصیل های معماری هستن و در یک مسابقه معماری یا شاید تز معماریشون طرح بنای ابو علی سینا رو دادن، البته به روایتی با کنسه و با پشت گرمی استاد که رئیس دانشکده بودن موسیو گودار و با راهنمایی ایشون و بعد ایشون فارغ التحصیل شدن و
دانشجوی ممتاز بودن و بورس گرفتن برای ادامه تحصیلات در بازار فرانسه. در بازار فرانسه در آتلیه زاوارانی در خدمت این استاد فرانسوی کار کردن و بعد از فارغ التحصیلی اومدن ایرون و در همون دانشگاه که بعداً اومده بود دانشگاه تهران شروع کردن به کار تدریس زیر نظر موسیو گودار و استاد فروغی، که استاد فروغی هم که یکی از بزرگان این مملکت از نظر فکر، فرهنگ، شناسایی هنر و خیلی مهم بود زیر نظر اون، و پروفسور مقدم هم که از بزرگترین هنرشناسا بود شروع کردن کار کردن. و بعد از آقای استاد محسن فروغی ایشون مسئولیت اداره دانشکده رو به عهده گرفتند. بعدش به اصطلاح انجمن آثار ملی درست شد که آقای مهندس سیگون عضوش بودند و در یک عکسی هست که در باغ حکیم الملک در نیاوران در سال 1334 گرفته شده، افرادی که عضو انجمن آثار ملی بودند آقای علایار ساله، دکتر صدیقی، تقی‌زاده، سپهبد آقاقیانلو، دکتر مهران، حکیم الملک، دکتر مصطفی و مهندس سیهون و استاد ابوالحسن خان سبا، ابوالحسن خان صدیقی که از مجسم سازهای بزرگ بودن و آثار مجسمه نادر و مجسمه فردوسی از آثار بیبدیل ایشونه. و این دو استاد، استاد صدیقی و استاد سیهون، واقعا جوینت با هم بودن و با هم بهترین آثار این مملکت رو از نظر طرح‌های منومانتال نادر و فردوسی اینا رو به وجود آوردن. من یاد استاد سیهون همیشه در ذهنم هست، نه در ذهن من، در ذهن کلیه دانشجوها. و واقعا ما موقعی که به معماری مملکت فکر میکنیم، موقعی که به هنر مملکت فکر میکنیم، غیر از چهره مصمم و متعالی مهندس سیهون رو، غیر از اون رو در ذهن رو نمیبینیم، که اون بود که معماری مملکت رو به همه ما و جوان ها رو یاد داد، نشون داد و عشق به معماری و عشق به هنر مملکت رو اون در دل ما افروخت. یادش گرامی باد. از آقای مهندس سیهون مصاحبه‌های زیادی رو من دیدم در تلویزیون‌های مختلف، یادداشت و گزارش کمتر دیدم و دو تا کتاب از ایشون به چاپ رسیده، یکی در فرانسه که کروکیای ایشون رو داشت به نام روگر سوغلیران، و دیگری آثار یک کتابی که جدیدن، کتاب بزرگ و ارزشیه که در کانادا به چاپ رسیده که تمام کارهای ایشون رو داره. آقای مهندس سیهون در کتاب مناظر ایران یا دیدی به مناظر ایران کروکیای زیادی رو با ماژیک از مناطق مختلف ایران انجام داده، که عجیبه که بیشتر اون کروکیا من و سایر دوستان در کنارش نشسته بودیم. ولی بعد از اینی که از دانشگاه رفت، کروکیای اون تبدیل به کارهای بسیار دقیق شد که بیشتر با قلم و مرکب خیلی دقیق کار میکرد و کارهای بسیار پرکاریه. و یادم در اون زمان از طرف اولی حضرت فرح شاید ماشینی برای ایشون اجازه ترخیص داده بودن که ایشون به صورت کاروان بود و این استاد هر روز جمعه یا روزهای تعطیل
با بعضی از دانشجوهایی که علاقه داشتن می رفتن در خارج از شهر و طرح‌ها و کوریکی‌های بسیار جالبی رو انجام می دادن که در موزه ها در کلکسیون های شخصی همیشه نمایشگاه می داشتن می دیدن. ایشون در یک زمان شروع کردن به نقاشی های روی نمد، اصرار داشتن که صنایع دستی ایران یک جوری مدرنیته بشه و بتونن به صورت جدید از اون استفاده کنن و بتونن به صورت یک تجارت فرهنگی در بیاد و نمدمالا بتونن از این بابت استفاده بکنن. بر این اساس آثار زیادی رو نقاشی هایی که رو نمد انجام دادن که در بیشتر موزه ها کلکسیون های مختلف وجود داره. در اواخر نقاشی میکردن، نقاشی های آبرنگشون رو من دیدم و کارهای سیاه قلمشون، و جوری بود که رو بلیط های مترو گاهی اوقات امضایی که دوستان آشنا هم میکردن اون امضا رو تبدیل به نقش میکردن که در کتابشون موجوده. و همیشه تو فکر کارهایی که انجام داده بودن از خارج بودن، همیشه سوال میکردم. یادم در سفر دبی از مهندس مرحوم احمدی که از آرشیتکتای خوب بود سوال کردم که آقا کار خیام من چی شد؟ بعد معلوم شد که در آرامگاه خیام یک رستوران یا یک موزه یه چیزی آقای مهندسه اون طرح داده بودن و بعد از انقلاب یک تغییراتی توش داده بودن که ایشون خیلی ناراحت بود و آقای مهندس احمدی رو مسئول این کرده بود که برای بازسازی اون طرح بده و آقای مهندس احمدی هم با اشتیاق بر اساس تفکر آقای سیهون طرح داده بود و آقای سیهون گفتن فقط توی که میتونی. آقای سیهون در زمانی در ایران بودن جوری خیلی آثار معماری بودن و بهترین آثار معماری که در اون موقع با مسابقه گذاشته شد آقای سیهون رئیس جوری یا یکی اعضا و عضو جوری بودن که انجام دادن. ماشین آقای سیهون بعد از انقلاب مدتی من در کاخ سعدآباد در توی پارکینگ میدیدم که خراب شده بود و مجموعه آثاری که آقای مهندس سیهون داشت و در منزلش بود من و اسلایدهای زیادی راجع به فرهنگ و هنر معماری و هنری مملکت در منزلش بود بعد از انقلاب نفهمیدم چی شد، کجا رفت و چقدر خوبه اگر جای ارگانی اون آثار رو دارن بتونن به نمایش بذارن و در موزه ها بذارن که جوان ها ببینن که افراد علاقه من چه کارهایی برای این مملکت کردن. یادم یکی از اون کارهایی رو که انجام دادن یه پورتره از من بود که پورتره رو من خواستم، گفتن نمیدونم چی شده ولی عکسی ازش رو آقای دوستم مرحوم آهوری گرفته بودن اونو دارم. خاصیتی که آقای مهندس سیمون داشتن همیشه اسم بچه ها رو اسم حقیقیشون سن اسمشون تبدیل یه جور دیگه میکردن، میگفتن مثلا آهوری رو میگفتن احوری، مثلا آیوازیان رو میگفتن عوضیان. یادم در دبی آقای مهندس احمدی پرسیدن گفتن آقا شما مثل اسمت تغییر دادی کردی احمدی نژاد، گفت نه با خدا اون احمدی نژاد رئیس جمهور ماست. گفتن ها، به من گفتن شما. همیشه این شوخی ها رو با بچه ها خیلی خوب انجام میدادن در سفرهایی که تقریبا ما بیشتر نقاط کبیر ایران و جنوب ایران و حتی شمال رو با مهندس سیهون رفتیم و همین باعث شد که بعد از سفر با آقای مهندس سیهون ما هر ای یا هر تعطیلات با چند تا از دوستان ماشین اجاره میکردیم و هر دفعه یک نقطه از ایران رو میرفتیم، میدیدیم، عکس میگرفتیم، فیلم میگرفتیم و تمام اندوخته هایی که ما داریم همه از پرتو آقای مهندس سیهون هست. آقای مهندس سیهون توسط مهندس ایرانپور در کانادا ازش پرسیدن، گفتن که آقا امیدوار اینقدر داره کار میکنه، کارهای مختلف داره میکنه، چرا کار معماری نمیکنه؟ بعد آقای ایرانپور
اولا بهش نمیدن وگرنه چند تایی دادن انجام داده. همیشه از من تشکر کرد و نامه های مختلفی رو به من داد که از اینکه من عکسای جد و پدر و پدر بزرگ اینا شو براش فرستادم و اینکه کارهایی که میخواست انجام دادم، همیشه جواب نامه ها رو میداد و تشکر میکرد. ما در معمولا دانشکده مرسوم بود، در آخرهای سال یک برنامه جشنی رو بچه ها درست میکردن که اون جشن افراد رول اساتید بازی میکردن و به صورت جوک، فکاهی و نقد اون آدم ها بود. این برنامه ها خیلی طرفدار داشت به طوری که تمام اساتید بزرگ دانشگاه با اصرار میخواستن بیان و بچه ها بلیت میاستن کنن. خیلی سخت یادمه در آخرینش که من دخالت داشتم و بازی میکردم، اساتیدی که اومدن آقای پروفسور هشرودی بودن و استاد دکتر صالح رئیس دانشگاه بودن و حتی در سفرها ما گاهی اوقات اساتید مختلف دانشگاه دیگه با ما همراهی میکردن. یادم در یک سفر به کاشون آقای دکتر صالح که رئیس دانشگاه تهران بودن، ایشون همراهی میکردن و ما را یک شام یا نهار دعوت کردن. در یک سفر آقای دکتر مصطفی بودن که از باستانشناسا بودن، در یک سفر از دانشکده فنی بودن. خیلی مرتب با اساتید دیگه خیلی صمیمی بودن و با هم ارتباط داشتن. باز یادشون گرامی. امروز پنجشنبه خرداد 1393 در تهران من